سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. تصور میکنم که این روزهایی که ایران داره پشت سر میگذاره روزهایی است که فضای جامعه ایران بیشتر همین شعرهایی که من میخونم احتمالاً بیشتر میطلبه تا اینکه سخنی درباره شاعر یا درباره چیز دیگری بگویم. بنابراین من یک شعری رو میخونم که قبلا هم یک بار خوندم ولی این روزها خیلی مناسب میدونم همون شعر رو دوباره برای هموطنان عزیزم بخونم. یک مثنوی بلند هست نسبتاً. بیا بنشین و بشنو بار دیگر که دیگر دیگ صبرم می رود سر. چون این تلخ است با من بار اندوه، چنان تلخ است با من بار اندوه که بشکافت گر از من بشنود کوه. دریغا گرچه می دانم چه گویم، نمی دانم که این غم با که گویم. کجا رفتند آن درداشنایان، خریدار صدای بی صدایان؟ به هر سو رو نهم بر آستانی، نیابم هم دلی و هم زبانی. که هر کس بندی دیوار خیش است، سر هر سایه‌ای در کار خیش است. کسی را تاب گفتار حزین نیست، دریغا قصه ما هم جزین نیست. تو را گر تاب گفتاری چنین است، سزاوار دلت صد آفرین است. بیا تا لحظه ای همراه باشیم، ز هم دردان درداگاه باشیم. که گر روزی شکاف افتد به دیوار، صدامان را کسی باشد خریدار. امان از جهل و داد از بیشعوری، امان از جهل و داد از بیشعوری. که داغم کرده چون نان تنوری، زهر سو بسته شد راه گریزم. خوشا خوابی که از وی بر نخیزم. به هر پلکی که بر عالم گشایم، حضور جهل می برد صدایم. چنان عالم غریق منجلاب است، که خوش سرمنزلی دنیای خواب است. اگرچه پرتو خورشید زیباست، اگرچه طبع هستی خرمیزاست، اگرچه زندگی شیرین ترین است، حضور سبزه شادی آفرین است. گل و سرو و چمن ذوق حضورند، هنوز الهام بخش شوق و شورند. هنوز از عاشقی بویی در آنهاست، پیام از طاق ابرویی در آنهاست. هنوز از یاد یاران روح بخشند، که خوش در خلوت دل می درخشند. اگرچه هر بهاری کاید از راه، نشانی دارد از جانهای آگاه. که روید با جلالی جاودانه، که روید با جلالی جاودانه، امیدی جاودان در هر جوانه. اگرچه عشق را پایند جانیست، جهان اندر جهان اندر جهانیست. ولی جهل و جنون در خدمت دین، جهان را مرگزاری کرده خونین. جهان را نعمت شادی رو بوده است، که از آزاده آزادی رو بوده است. به زیر جامعه زهد ریایی، ربودست از خدا حتی خدایی. ربودست از طبیعت زیب و زیور، فرو بسته است بر زیباییش در. چنان که از تیرگی چون سوگواران، تو گویی سوگ می آرد بهاران. درخت از ریشه خود بیم دارد، به روی پا سر تسلیم دارد.
چنان بیم تبرزن با درخت است که صد تن لرزه با این تیر بخت است. از آغاز بهاری تا خزانی نمی بیند به جنگل پشتوانی، به شاخ و برگ او با مهربانی پرستویی ندارد آشیانی. بهارش از زمستان نیست خوشتر، زمین مرده‌زارش زنده کشتر. درخت این است، درخت این است باری حال و روزش، زمستانش برابر با تموزش. در این تاریک زار ظلم بنیاد، چه داری انتظار از آدمی زاد؟ به هر سو بنگری بیداد بینی، حضور رعب و استبداد بینی. ز من در تنگ راه بی پناهی، سرود نغمه پرداز از چه خواهی؟ چه جز فریاد خواهی از گلویم؟ در این وحشت جز از وحشت چه گویم؟ به هر سو بنگرم بست جنون است، که کشتی رانده بر دریای خون است. به هر سو بنگرم بازار کید است، سزای راستگویان بند و قید است. سزای عشق ساروج است و سرب است، که شغل عاشقی بی ارج غرب است. که شغل عاشقی جرمی است سنگین، به خون عشق دست زهد رنگین. چه زهدی؟ زهد بی رحم ریایی، پلیدان در لباس پارسایی. خدایی می کند بر ما پلیدی، شعار ما شتر دیدی ندیدی. که با افلاک بند و بست دارد ز مذهب، که با افلاک بند و بست دارند ز مذهب، حربه ای در دست دارند. شده دینشان مجهز با مسلسل، ثواب قتل بر آنان مسجل. به منبر اعتبار از دار دارند، به منبر اعتبار از دار دارند. جواز کشتن از دادار دارند، خداگویان پیغمبر شناسند. به عرش از قدسیان سرشناسند، به فرش اما ز صفاکان دونند. شنا پروردگان شط خونند، به فن قتل و قارت بیعدیلند. به پادارندگان جرثقیلند. چون این از آدمیتشان خبر نیست، که جز کشتار و قارتشان هنر نیست. نمیدانم که این مهنت به ما داد، که در دست جنون تیغ خدا داد. که بر ما زنده کردیم مردگان را، چون این در قار مرگ افسردگان را. که این پوسیدگان را زندگی داد، به اهل ملک بی آیندگی داد. که ما را راهی عصر حجر کرد، درخت رنج ما را بی ثمر کرد. به هر سو بنگرم دنیا کبود است، تباهی بر تباهی برفزود است. به هر سو بنگرم دیوار بینم، دیانت را خیانتکار بینم. عداوت را عدالت نام کرده، خدا را برده و اعدام کرده. نمیدانم که این دین است یا ترس، که ما هرگز نخواندیم این چنین درس. نمیدانم که این دین است یا زور، که با وی پنجه کردن نیست مقدور. نهاده نام دهشت را قداست، نهاده نام دهشت را قداست. به تیغ قدس می‌ورزد سیاست، به گرز قدس می‌کوبد جهان را. بنازم
آز قدرت بارگان را، که بی پرواتر از ابلیس قدار، جمیع کبریا را کرده ابزار، جمیع اولیا با او ایاغند، به دستش گزلک و چوب و چماغند، جمیع اوسیا با او رفیقند، به دستش بطری و باتون و تیغند. نمی پرسد کسی زین قوم سالوس، چه دین است این که در قدرت زند کوس، چه دین است این که مستی می فروشد، به انسان خود پرستی می فروشد. به ما گفتند دین عین صلاح است، رهی بر آسمان سوی فلاح است، مسیر راستی و رستگاری است، بهین فرموده پروردگاری است. به ما گفتند رحمان و رحیمند، دریغا رشک شیطان رجیمند. به ما از معنویت قصه گفتند، از آن عشق بر گلدسته گفتند، به منبر وعده اخلاق کردند، ولی دین را به کین الساق کردند. کنون دین بهر ما شد قتل و غارت، به خون با هستی انسان تجارت. کنون شیادها بر ما سوارند، به حکم دین رئیس و تاجدارند. شقاوت پیشگانی بنده آز، تترواری بر ایران در تک و تاز. چپاول را به دریا در کمینند، شگفتی بین که کشتی ساز دینند. اتفاقا این روزها یک کشتی طلا هم درست کردن فرستادن برای عراقی ها. این شعر البته خیلی زودتر از این حرف ها سروده شده. چپاول بین، چپاول را به دریا در کمینند، شگفتی بین که کشتی ساز دینند. نه از مهر وطن بویی شنیدند، که با کین تار و پودی در تنیدند. نه با انسانیتشان الفتی هست، که از نامردمی هاشان توان رست. چنان تقدیر ما در دست پستی است، که گویی آسمان در تنگ دستی است، که گویی از خدا رد و اثر نیست، وگر باشد به غیر از سیم و زر نیست، وگر باشد رها کرده است ما را، به پای دین فدا کرده است ما را. خودن در عالمی دیگر لمیده است، بر اهل دین بساط جور چیده است، چماغی داده در دست تباهی، که هستی را بپوشد در سیاهی. چو گردی از میان برخاست خوبی، کجا بینی که گرد از وی بروبی. سزد که از حلقه خود در گریزی، ز خود در حلقه دیگر گریزی. همین از آدمیت قصه ای ماند، غباری بر کتابی بسته ای ماند. نماند از شرم و آزرمی نشانی، ندارد هیچ مرهم التیامی. به نام دین حکومت می کند کین، رئیس قاتلان در جامعه دین. هر آن کو بیش در کشتن خبیر است، کنون بر ما وکیل است و وزیر است. در این بیرحمی رعب پریشان، جهان تنگ است بر آزاد کیشان، جهان تنگ است بر آزاد خویی. بدی ره بسته از بن بر نکویی، به زیورها مزین کرده یافه، ریاست می کند بر ما خرافه، ریاست می کند بر ما جهالت، دریغ از ذره شرم و خجالت. این مثنوی تمام نشد، من بقیه این رو در برنامه آینده برای شما خواهم گفت. شاد و پیروز و سرفراز باشید. در ادبیات ایران یک هنری وجود داره
که تصادفاً به دلیل روحیه خاص ایرونی ها بین شاعران و ادیبان هم خیلی طرفدار داره و اون نوشتن مطلبی است که شما بالاخره هم نمیفهمید که طرف داره شما رو تعریف میکنه یا اینکه داره ازتون بد میگه. یک شنونده نازنین و بسیار آدم باسواد به نام آقای مصطفی سلطانی از طریق فیسبوک جناب آقای زلالی، چون خود بنده فیسبوکی ندارم، یه مطلب درباره من نوشته بود که من بالاخره بعد از اینکه چندین بارم خوندم، خود چون مربوط به خودم بود، سعیم میکردم که واقعا بفهمم موضوع چی هست، بالاخره نفهمیدم که آیا این متن در تعریف بنده است یا در تکذیب بنده، آیا دوست عزیز بنده داره از کار من انتقاد میکنه یا داره کار من رو تعریف میکنه. ایشون اول معتقد است که بنده آدم لیبرال راستگویی هستم که به نظر بنده هر دوتاش تعریف بسیار بسیار ارجمندی هست و من واقعا حاضرم بهای هرچی بهای لیبرال راستگو بودن رو بپردازم تا این سزاوار یک چنین لقبی بشم. بعد از اینکه این ماجرا رو گفتند، اون وقت نمونه هایی از کارهای من رو گفتند و ذکر کردند که نشون دهنده این استش که با توجه به کارهای بنده دقت میکنند. من سعی میکنم به انتقادهایشون، یا شاید واقعا همونطور که دوستان بنده از جمله خود آقای جلالی معتقدند که اصلا موضوع انتقاد نیست و بیشتر جنبه تعریف دارد، تشکر بکنم. ایشون میگویند که ما بالاخره تشخیص ندادیم که این آقای سیروس آموزگار لیبرال چی هست، چون از یک طرف ایشون دوست نزدیک و وزیر آقای بختیار هستند و در این حال با دکتر مصدق رهبر ملی شدن نفت در ایران زاویه دارن. نمیدونم که این زاویه‌ای که ایشون بهش اشاره میکنن چی هست، کجا مطلبی از من دیدن که من ایرادی گرفتم از مصدق. با دکتر محمد مصدق نمیشه زاویه داشت، ولی با بعضی از کارهای دکتر مصدق میشه ایراد گرفت، ایرادی به هر حال انتقادی که اگر که راه دیگری رو انتخاب میکرد در مقابل کارهایی که باش انجام میدادن شاید بهتر بود. یه نمونش که خیلی دیگه الان واضح است و دربارش بسیار صحبت شده است همین مسئله است که ایشون میبایست به آخرین پیشنهاد بانک جهانی جواب مثبت میداد، چون خیلی از بزرگان عالم نفت از جمله آقای فؤاد روحانی که در وطن پرستیش تردیدی نیستش معتقد بودند که تمام نقطه نظرهای مورد علاقه ایران در اون پیشنهاد ملحوظ شده بود، ولی به هر حال آقای محمد مصدق با سلاح دید آقای حسیبی و آقای شایگان از این پیشنهاد پیروی نکردند، قبولش نکردند. می گفتند و البته از خود آقای مصدق کسی این حرف رو نشنیده، ولی خیلی ها گفتند که ایشون دوچار تردید شد درباره این که این پیشنهاد رو بپذیرد یا سعی کند کماکان و جه المله بمونه. من نمیخوام بگم که واقعا دکتر مصدق چه نظری داشت، ولی به هر حال قابل انتقاد هست اگر که یک چنین فکری داشته است و حاضر نشده است از وجه المله بودن خودش صرف نظر کنه. میگویند که تمام زنان پیر دختر دنیا کسانی هستند که آخرین خواستگار خودشون رو با خواستگار ما قبل آخری خودشون اشتباه گرفتند.
شاید در این مورد هم همینطور بوده است و اگر اون رو میپذیرفت مصدق و قطعا ما گرفتاری های بعدی رو نداشتیم. ولی خب وقتی شما این موضوع رو مقایسه میکنید با کار دکتر بختیار که پدرش توسط اولین پادشاه سلسله پهلوی به قتل رسیده است و خودش سالهای متمادی در خارج از کشور بوده، وقتی هم که برگشته نتونسته کاری در خور سواد و استعداد خودش پیدا کنه، وقتی که صحبت نجات مملکت میشه و پیشنهاد میشه که برای نجات مملکت باید الان مسئولیت پذیرفت، آقای بختیار تردید به خودش راه نمیده. این کار آقای بختیار در تاریخ ایران سابقه داره و نزدیکترینش کاری است که آقای فروغی کرد و با وجود تمام گرفتاری هایی که با خاندان پهلوی داشت، در لحظه‌ای که لازم بود تا برای نجات مملکت خودش رو به عرصه سیاست بندازه، تردید نکرد، این کار رو کرد. ولی تازه در این مورد هم خصومت خاصی و زاویه خاصی با مصدق مطرح نیست، برای اینکه در یک لحظه تصمیم گیری هست، هر کس ممکن است یک نوع تصمیم بگیره چون آدم ها متفاوته. ایراد دوم ایشون که برای من گرفته بودن عبارت از این بود که بنده در این حالی که آقای جمشید آموزگار رو به عنوان یکی از بزرگترین تکنوکرات های ایران میشناسم، در این حال با آقای داریوش همایون هم دوست نزدیک هستم. به آقای داریوش همایون کسی هستش که در ماجرای تظاهرات کاروان سنگی که جبهه ملیچی ها به دعوت نهضت آزادی در اونجا جمع شده بودن، به فرمان آقای داریوش همایون قوای انتظامی حمله کردند به گروه تظاهر کنندگان و دست آقای دکتر بختیار رو در این حادثه شکستن و من در این حال که دوست نزدیک آقای بختیار هستم، در این حال به آقای داریوش همایون هم دوستم. من هرچی فکر کردم نتونستم بفهمم که آقای داریوش همایون با چه کمپتانسی، با چه صلاحیتی و با چه قدرتی در مسندی بودند که بتونن دستور حمله بدهند به یکی دو تظاهر کنندگان که تا تظاهر کنندگان در این ماجرا مثلا دست آقای دکتر بختیار شکسته بشه. البته خب این رو من یک دلیل مثبت دیگر هم میگیرم به نفع آقای دکتر بختیار که با وجود اینکه در یک تظاهرات صلح‌آمیز قوای امنیتی حمله کرده بودن، حالا به فرمان هر کس، فکر کنیم که واقعا به فرمان آقای داریوش همایون که واقعا حرف نامربوطی است، واقعا حرف نامربوط و اصلا دور از ذهنی است که من نمیدونم اصلا چه جوری همچین فکری ممکنه به ذهن آدمی شبیه آقای مصطفی سلطانی خطور بکنه. به هر حال با وجود این که دستش را هم قوای انتظامی و امنیتی حکومت وقت شکسته است، معذالک وقتی که بهش پیشنهاد میشه که برای نجات ایران باید وارد عرصه سیاست بشود، ایشون تردید نمی کند و پست نخست وزیری رو به عهده میگیره. یک نکته دیگر را هم من اینجا بایستی اضافه بکنم به این ماجرا و اون هم عبارت از این استش که ببینید، شما یک تظاهراتی بوده است، به تظاهرات حمله شده و در این تظاهرات دست یک کسی هم شکسته شده. این در عرف ایران
ارتباطی به رئیس دولت نداره. در طول تاریخ ایران شما هیچ لحظه ای از تاریخ رو نمیتونید ببینید که ماجراهای امنیتی با ماجراهای اداره مملکت قاطی شده باشه. هرگز نه در دوران پیشین، نه در دوران تاریخی قبل از مشروطیت و نه بعد از مشروطیت، نه بعد در دوره مثلا رضا شاه و نه در دوره بعد از دوره رضا شاه، یعنی در دوره محمد رضا شاه و حتی در دوره جمهوری اسلامی این موضوع رعایت شده است. مسائل امنیتی اصلا ارتباطی به کار دولت ندارد. حالا شاید بد نماشد که من این ماجره رو براتون تعریف بکنم که یک بار من رفته بودم حضور آقای جمشید آموزگار و وقتی وارد شدم دیدم که خیلی منقلب و ناراحت است و ملتهب و من خیال کردم یک گرفتاری خاصی است. گفتم که اگر من بعد موقعی مساهم شدم اجازه بدید میرم بعدم نمیم. گفت نه بشین. بعد من نشستم گفتم خب اگر که میتونه شما را آرام بکند برای منم تعریف بفرمایید چه؟ و برای من تعریف کرد که گفتش که امروز من تلفن کردن که تلفن کنید به آقای شریعت مداری و از ایشون معذرت بخواهید به علت ماجراهایی که دیروز در حوزه علمیهشون رخ داده است. و من پرسیدم که برای چی بایستی من معذرت بخوام؟ گفتن که به دلیل اینکه دیروز حمله شده است اونجا آقای به نام تیمسار سرتیب شفاعت و در ضمن زد و خورد یکی از طلاب کشته شده است. و من خیلی ناراحت شدم که آقا من نخست وزیر مملکتم، من 24 ساعت بعد باید از ماجرا خبردار بشم. گفتن خب به هر حال باید معذرت رو بخواید. خب بالاخره چاره‌ای نداشتم، معذرت خواستم. ولی خب خیلی عجیبه که نخست وزیر مملکت اینطور بی خبر باشه. البته حق با شماست، بندم حق رو به جانب شما میدم، همه چیز درسته، ولی همونطور که گفتم مسائل امنیتی متاسفانه در ایران از ماجرای اداره مملکت جداست، جدا بوده است، شایدم غلط بوده است، شایدم نادرست بوده است، ولی تا اونجا که من کم و بیش اطلاع دارم در تمام کشورهای دنیا موضوع به همین ترتیب است. ایشون یه اشاره هم به من کردند که من کتاب مصاحبه آقای ثابتی رو در برنامه های خودم تعریف کردم به عنوان یک کتاب مورد ثقه. ایشون اشتباه میکنن قطعا. خوشبختانه تمام برنامه های من در تلویزیون ضبط شده است و من هرگز نه راجع به آقای ثابتی و نه راجع به کتاب ایشون کوچکترین حرفی در برنامه خودم نزدم. امیدوارم که رفع سوء تفاهم شده باشد با آقای مصطفی سلطانی و اگر که نشده است گلش رو از آقای جلالی بکنن که من رو روشن نکرد که بایستی از آقای سلطانی حساب ببرم. وقایع اخیر ایران و تقارن آن با وقایع 39 سال پیش فرصتی فراهم آورده است که اهل نظر در داخل و خارج کشور رویدادهای منجر به سقوط رژیم سلطنتی و روی کار آمدن جمهوری اسلامی را با دقتی بیشتر مورد بررسی قرار دهند. استفاده از این فرصت راهیابی برای عبور از وضع موجود و دست یافتن به آینده مطلوب را تسهیل می کند. نگاهی به دو مورد از این دورنگری و درس گرفتن از گذشته برای آینده قابل توجه است. این دو مورد، یکی سخنان مصطفی تاجزاده و اکبر اعلمی در داخل و دیگری تحلیل و تفسیر جلال ایجادی در
خارج کشور است. مصطفی تاجزاده معاون پیشین وزارت کشور که اکنون صراحتاً در صف خرده ایران بر سیاست‌های جاری قرار گرفته، گفته‌ها و نوشته‌هایش گرچه از سر دلسوزی و خیرخواهی اما آشکارا اعلام خطر به نظام حاکم است. اخیراً در مجلسی این بحث را به میان کشیده، خطاب به اصولگران می‌گوید امروز مجموعه سیاسیون کشور به این نتیجه رسیدند که راهی کم هزینه تر و مطمئن تر از اصلاحات نداریم. معنای سخن من این نیست که بگویم اصلاح طلبان ضعف ندارند یا اشتباه و کوتاهی نکردند، بلکه عرف سیاسیون کشور در انتخاب بین راهبردهای مختلف اصلاحات را برگزیده است. جایگزین اصلی اصلاحات انقلاب است. من توجه داشته باشید، این میگوید من در انقلاب 57 شرکت فعال داشتم. اعتراف میکنم بزرگترین انتقادی که امروز در پاسخ دادن به آن دشواری دارم این است که چرا به اندازه کافی تلاش نکردیم که با شاه به مصالحه برسیم و با اصلاحات کشور را پیش ببریم. یادآور باشیم که این سخنان بر زبان یک انقلابی مخالف شاه و طرفدار خمینی جاری می شود، کسی که در رژیم کنونی متصدی مقامات و مشاغل مختلف و معتقد به حفظ آبرو بوده است. او در دنباله کلام خود صریحاً اظهار می کند شک ندارم که تداوم مسیر کنونی بنبست است. اگر کنار بنشینیم و ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد، بدانید که جز پیشرفت ارتجاع و جز بستن همه دهانها و شکستن تمام قلمها، جز بازگشت تحریمهای کمرشکن و سایه شوم جنگ به آسمان ایران نتیجه نخواهیم گرفت. در این مورد خاص، یعنی پاسخ منفی جبهه ملی به محمد رضا شاه در حالی که دستش را با اعلام آمادگی برای هر نوع اصلاح و تحولی پیش آورده بود، در فرصت دیگری سخن خواهیم گفت. در گفتار امروز می‌پردازیم به نوشته اکبر اعلمی و جلال ایجادی. اکبر اعلمی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی از تبریز و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال 1392 ضمن مقاله‌ای به مناسبت تظاهرات اخیر چنین می‌نویسد: افرادی که مانند نگارنده 5-6 دهه از عمرشان سپری شده، خوب به خاطر دارند که هرگاه در کشور اعتراضی نسبت به رژیم سابق صورت می گرفت، محمد رضا شاه بیدرنگ مخالفان خود را یک مشت اخلالگر، توطئه‌گر، مارکسیست اسلامی، عامل استعمار سرخ و سیاه و دشمن ملک و ملت می نامید که هدفشان نابودی کشور است. افرادی شاه را از سر دلسوزی نصیحت کردند که برای پیشگیری از وقوع یک انفجار غیرقابل کنترل از خودکامگی و استبداد دست برداشته، به اصلاحات و گشایش فضای سیاسی تن داده و حق اعتراض مسالمت آمیز را برای مردم به رسمیت بشناسد. اما شاه گوش شنوا نداشت. بالاخره رسید زمانی که میلیون ها اخلالگر مارکسیست اسلامی، عامل استعمار سرخ و سیاه در سراسر کشور با شعارهای ساختار شکن مرگ بر شاه به خیابان ها ریخته، با صدای رسا خواهان رفتن شاه شدند.
شاه وقتی از خواب غفلت برخاست و برای نخستین بار از طریق رادیو و تلویزیون خطاب به ملت گفت صدای انقلاب شما را شنیدم، دیگر فرصت شنیدنش از دست رفته بود. این بار مردم بودند که صدای شاه را نشنیدند و یا اگر شنیدند خود را به ناشنیدن زدند. فاصله میان مردم و رژیم چنان عمیق شده بود که صدای شاه حتی از بلندگوهایی که به صورت انحصاری و یک طرفه در اختیار او قرار داشت شنیده نشد. اکبر اعلمی نیز همانند مصطفی تاج‌زاده در پایان مقاله خود نتیجه می‌گیرد: سالها و ماه‌های اخیر چقدر بوی آن سالها و ماه‌های را می‌دهد که شاه ناشنوا بود. ای کاش قبل از اینکه شکاف‌ها خیلی عمیق شود، صدای مردم و معترضین شنیده شود. آری، وقتی گوش انسان برای شنیدن سخن مخالف بخالف باز نباشد، نتیجه همین خواهد بود. سایرس ونس، وزیر امور خارجه آمریکا، در خاطراتش راجع به آخرین دوران سلطنت محمد رضا شاه می نویسد: در پایان ماه دسامبر من دیگر امید چندانی به امکان استقرار یک رژیم سلطنتی به سبک انگلستان در ایران نداشتم. امتیازاتی که شاه از ماه اوت به این طرف برای آرام کردن اوضاع قائل شده بود هم دیر بود و هم غیر کافی. به همین دلیل در اراده مخالفان سیاسی و مذهبی او برای از میان برداشتن رژیم سلطنتی اثر نکرد. سخن امروز را با اشاره کوتاه به مقاله بلند بالای جلال ایجادی پایان می دهیم و تفسیر و تحلیل آن را می گذاریم برای فرصتی دیگر. جلال ایجادی، جامعه شناس دانشگاه فرانسه، در مقاله بلند بالا به نقد بیانیه 16 اصلاح طلب دروغگو، عنوان مقاله اینه، نقد بیانیه 16 اصلاح طلب دروغگو، در این مقاله به این نقد اینطور پرداخته که به گفته وی این دفاع دروغی نیست از سوی گروه موسوم به اصلاح طلب به سود رژیم. در فرصت کوتاهی که داریم پرداختن به متن مقاله متاسفانه مقدور نیست. چند سطری از آن را به عنوان نمونه معروض می‌دارم. بیانیه می‌گوید اصلاح طلبان از مطالبات مردم و حق اعتراض مسالمت‌آمیز آنها دفاع می‌کنند. این خود ستایی پایه‌ای ندارد. این افراد در کجا و چگونه از مبارزات و اعتصابات متعدد کارگران علیه بیکاری و پایمال شدن حقوق آنها دفاع کردند؟ این افراد کجا و چه هنگام از مبارزات مسالمت آمیز مدافعان محیط زیست و کنشگران مدافع دریاچه ارومیه دفاع نمودند؟ این افراد کجا و چگونه از کشاورزان اصفهان که با خشکی زاینده رود ورشکست شدند و یا از شهروندان اهوازی در مبارزه علیه آلودگی هوا حمایت کردند؟ این افراد کجا و چه زمانی از خواستهای مکرر نویسندگان و روشنفکران و سینماگران علیه سانسور و اختناق پشتیبانی نمودند؟ این افراد کجا حجاب اجباری زنان را مورد انتقاد قرار داده و از آزادی کامل زن دفاع کردند؟ این افراد نشریات بسیاری را در کنترل دارند، در کنفرانس های متعددی شرکت می کنند، ولی هیچگاه ما صدای آنها را برای حق سندیکایی و برای حق تشکیل احزاب و سازمان های مستقل و برای حق انتقاد آزاد بر اسلام و ولایت فقیه نمی‌شنویم. فرصت بیشتری لازم است تا به نکات دیگری از این مقاله مبسوط و معقول بپردازیم.
سخن امروز من دنباله گفتار هفته پیش درباره پرچم ایران است. در آن برنامه گفتم که شیر و خورشید دو نماد بسیار کهن فرهنگ ایرانند. دنباله مدون آنها را می توان دست کم تا زمان هخامنشیان، یعنی بیش از 2600 سال پیش، پیگیری کرد. نشانهای شیر و خورشید جدا از هم و گاه با هم صده ها و هزاره ها را از سر گذرانده اند و به ما رسیدن. در مقایسه رنگ های سبز و سرخ و سفید جزهای اصلی پرچم ایران نبودند. تا به اینجا رسیدیم که با حمله عرب های اسلامی، درفش کاویان که نماد کشورداری ایرانیان بود نابود شد. گفتم که پرچم جنبش های آزادی بخش ایرانی بیشتر پارچه هایی بودند با رنگ های گوناگون، بیان که نقشی بر آنها باشد. همچنین گفتم که ظاهراً یعقوب لیث می‌خواست درفش کاویان را زنده کند. و جالب است که نمادهای کهن ایرانی در کشورداری را ترکان غزنوی و سلجوقی از صدی دهم میلادی به بعد زنده کردند. غزنویان و سلجوقیان به فرهنگ ایرانی و زبان فارسی دلبستگی بسیار داشتند و در ترویج آنها می‌کوشیدند. آنان نامهای ایرانی بر خود می‌گذاشتند. برای نمونه نوادگان سلطان مسعود به نامهای فرخزاد، شیرزاد، بهرامشاه، خسروشاه، خسروملک. بنابر استاد کاوه فرخ، این دلبستگی به فرهنگ ایرانی زایده همنشینی ترکان و ایرانیان در آسیای میانه بود. قوم‌های ایرانی که صده ها یا هزاران سال در آسیای میانه می‌زیستند، با ترکان داد و ستدهای فرهنگی و گاهی برخوردهای جنگی داشتند. قبیله های ترک که دولت واحدی نداشتند، مجذوب قدرت و شکوه شاهنشاهی ایران بودند. نمادهای کشورداری و فرهنگ ایرانیان را می‌شناختند و پس از فتح ایران آنها را از آن خود می‌دانستند و از آیین‌های ایرانی پیروی می‌کردند. غزنویان شیر و برخی دیگر از نمادهای کهن ایرانی مانند شاهین یا همای را بر پرچم خود زنده کردند. سلجوقیان هم که از 1037 تا 1194 میلادی بر ایران فرمان راندند، در گسترش هنرها، زبان، ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی کوشیدند. آنان هم شماری از تمهای افسانه‌ای ایرانی را مانند سیمرغ، هما، ستاره و شیر زنده کردند. نمونه سلطان غیاث‌الدین کیخسرو دوم از سلجوقیان روم که در صده 13 میلادی در آناتولی، یعنی ترکیه کنونی، فرمان روایی میکرد جالب است. نخست به این نکته توجه کنید که این سلطان با آنکه از تبار ترکان است، کیخسرو نامیده میشود، نامی شاهنامه‌ای و ساسانی. پدر او کیقوباد، فرزند کیخسرو یکم، هر دو از شاهان سلجوقی رومند. سلطان غیاث‌الدین کیخسرو دوم نشان شیر و خورشید را بر سکه خود نقش کرد. برخی نوشتند که گزینش شیر و خورشید توسط سلطان کیخسرو انگیزه استرولوژی یا اخترگویی داشته است. من با چنین سخنی همداستان نیستم. درست است که در اخترگویی یا احکام نجوم، خورشید با همختران یا صورت فلکی یا برج شیر یا اسد پیوند دارد. در اخترشناسی، خورشید در حرکت ظاهری سالانش از برج‌های منطقه البروج می‌گذرد و در تابستان به برج شیر یا اسد می‌رسد. در آن زمان انسان در نیمکره شمالی کره زمین بیشترین درخشش و گرمای خورشید را احساس می‌کند. پیوند خورشید با برج شیر پدیده‌ای است زاستاری طبیعی، مانند فصل‌های سال. همه در هر فرهنگی از آن آگاه بودند و اخترگویان برایش خاصیت‌های خرافی گوناگون برشمردند. پرسش این است که چرا هیچ شاهی در هیچ کجای کره زمین این رویداد را نماد کشورداری و فرمانروایی خود نکرده است؟ به گمان من پاسخ به این پرسش در نام این سلطان نهفته است. او و پدرانش که در اصل از ترکان سلجوقیان، دوستدار فرهنگ ایران است و خود را میراثدار آن می‌داند. از این رو نماد شیر و خورشید را در کشورداری زنده می‌کند. پس از سلجوقیان، حمله‌های مغول چنان ویرانگر بودند که در تاریخ ایران پیشینه نداشت.
با این حال مغولان هم مجذوب فرهنگ کشوری که تسخیر کرده بودند شدند. مغولان پیش از حمله به ایران صده ها با ترکان و ایرانیان آسیای مرکزی در آمیزش بودند و برخی از نمادهای فرهنگی ایران را گرفته بودند و از آن خود می دانستند. یکی از آنها نماد خورشید بود. این را می توان به اشتراک فرهنگی ترک و ایرانی نسبت داد یا از تأثیر و گسترش فرهنگ ایرانی پیش از اسلام در طول صده ها در آسیای میانه دانست. در اینجا چند نمونه از واژه هایی که از زبان های ایرانی به مغولی رفتند اشاره می کنند. در زبان مغولی به خدای بزرگ هندیان خرمستا می گویند که از زبان ایرانی سغدی گرفتند و از اصل ارمزد، هرمزد، اهورامزدا می آید. همچنین برهما خدای هندیان را اسروا می نامند که باز هم از سغدی از روا زروان می آید. این که چرا نامهای ایرانی به خدایان هندی دادن نشانه تأثیر فرهنگ ایران است. در مغولی به تاج تیتیم میگویند، از سغدی دیدیم، در فارسی دیهیم. این واژه در زمان اسکندر مقدونی از سغدی به یونانی رفته است، دیادمه. انار در مغولی از انار، میوه انار ایرانی گرفته شده است. بلوت از پولاد، کوگور یا کوکور از گوگرد ایرانی و واژه پرچم. این واژه از پور و ایرانی پرچم می آید، به معنای آنچه در پیرامون یا بالا می جنبد. از پیشوند پر در پرگار همین است و چم به معنای جنبیدن، حرکت کردن. واژه چمیدن در فارسی به معنای راه رفتن، خرامیدن از همین جاست. واژه پرچم که در اصل به معنای تره، زلف بوده، از سغدی به مغولی وارد شده است. فرهنگستان یکم به درستی این واژه را در برابر فلگ برگزید. یکی از پیامدهای مهم حمله مغول تضعیف خلافت عباسی مسلمانان بود. مغولان کاری را که ایرانیان از انجام دادنش ناتوان بودند کردند، پایان دادن به خلافت اسلامی عباسی. طراح برانداختن عباسیان ریاضیدان، اخترشناس و سیاستمدار ایرانی نصیرالدین طوسی بود، وزیر هولاکو خان. به تشویق او، هولاکو خان در سال 1258 میلادی بغداد را گرفت و به خلافت عباسی پایان داد. با برافتادن خلافت عباسی، نمادهای ایرانی به ویژه شیر و خورشید بر پرچمها پدیدار شدند. در شاهنامه شمس الدین کاشانی که به سبک شاهنامه فردوسی برای فاتحان مغول سروده شده، مینیاتوری هست که سواران مغول پرچم شیر و خورشید به دست دارند. اثرهای شیر و خورشید بسیاری از دوران مغول به ما رسیدند که یکی از آنها شیردر، یعنی دروازه شیر است، در سمرقند ازبکستان. صفویان نخستین دودمان ایرانی بودند که ایران را در پهنه زمان ساسانیان آن متحد کردند. صفویان شیعه بودند و برای گسترش شیعه‌گری کشتارها راه انداختند و به ویژه در دوران شاه سلطان حسین در تاریک اندیشی و خرافات غرق شدند. آن هم درست در دورانی که در اروپا با زایش یا رنسانس جهان تازه‌ای را به روی انسان می‌گشود. با این حال صفویان توانستند دولت مرکزی به وجود آورند. پرچم اسماعیل نخستین شاه صفوی پارچه سبز رنگی بود با قرص ماه، ولی جانشینانش نماد خورشید را برگزیدند. پرچم شاه طهماسب سبز رنگ بود با نقش خورشید و بره. بره از این روی که او زاده فروردین ماه بود، زمانی که خورشید به برج بره یا حمل میرسد. این نشان می‌دهد که صفویان خرافی بودند و شاه طهماسب می‌پنداشت که شیر و خورشید نمادی اخترگویی یا استرولوژیک است. سپاهیان صفوی پرچم دیگری داشتند که در جنگ‌ها با خود می‌بردند، پرچمی سبز رنگ که نقش روی آن شمشیری بود خمیده و دو شاخه. این تصویر شیر و خورشید را بر پرچم زمان شاه اسماعیل دوم نشان می‌دهد. وقتی شاه عباس فرمانروایی را به دست گرفت، شیر و خورشید نشان پرچم ایران شده بود بر پارچه‌ای سفید که سه گوش بود و بخش در اهتزازش دو شاخه داشت.
شاه عباس برای ارتباط سیاسی با اروپا حسین علی بیگ بیات را به دربارهای اروپا فرستاد. تصویرهایی که نقاشان اروپایی از هیئت ایرانی کشیدند آنان را با پرچم شیر و خورشید نشان می‌دهد. در حدود 100 سال بعد شاه سلطان حسین هم در سال 1715 میلادی محمد رضا بیگ را به دربار لویی 14 فرانسه فرستاد. این نقاشی رسیدن هیئت ایرانی را به ورسای نشان می‌دهد. علمدار پرچمی سفید رنگ در دست دارد که نقش شیر و خورشید بر آن است. باید گفت که صفویان برای شیر و خورشید تفسیر تازه اختراع کردند که دینی بود. خورشید را که نماینده فر ایزدی بود نورالانوار دانستند که لقب پیامبر اسلام بود و شیر را مظهر امام علی معرفی کردند زیرا لقبش اسدالله بود به معنای شیر خدا. این کار واکنش ایرانیان سنی و عثمانیان را برانگیخت. آنان خورده می گرفتند که شیعیان با درآمیختن اسلام با سنت های پیش از اسلام و ایران دین را فاسد کردند. این سیاست صفویان آتش دشمنی را میان دولت صفوی شیعی و امپراتوری عثمانی سنی شعله ور کرد، شعله ای که همچنان میان شیعیان و سنیان متعصب برافروخته است. پس از فرو افتادن صفویان در سال 1722 میلادی نادرشاه شیر و خورشید را بر پرچم ایران نگاه داشت ولی رنگ سبز را برای زمینه پرچم انتخاب نکرد تا از سنت صفویان شیعه دوری کند. نادر برای نخستین بار به جای یک رنگ از 3 یا 4 رنگ در پرچم استفاده کرد. پرچم نادر هم 3 گوشه بود. پس از نادر پرچم کریم خان زند هم نشان شیر و خورشید داشت. قاجارها خود را وارث صفویان می دانستند. از این رو آقا محمد خان نشان شیر و خورشید را نماد اصلی ایران ساخت و شکل پرچم را از 3 گوشه به 4 گوشه تغییر داد. زمینه سرخ رنگ بود با دایره سفید بزرگی در میان که شیر و خورشید بر آن نهاده میشد. در زمان فتحعلی شاه همچنین بود. در تابلوهایی که نقاشان آن زمان از صحنه های جنگ ایران و روسیه در زمان عباس میرزا کشیدند، سپاهیان ایران پرچم شیر و خورشید دارند، پرچمی که زمینه اش سرخ رنگ است. در زمان محمد شاه جانشین فتحعلی شاه پرچم دیگری پیدا شد که فزون بر شیر و خورشید شمشیر 2 زبانه داشت. این 2 پرچم در زمان محمد شاه یکی شدند بدین سان که شمشیر را به دست شیر دادند و آن را ذوالفقار علی معرفی کردند. کاملا ممکن است که این شمشیر در دست شیر را از شاهنامه فردوسی الهام گرفته باشند. بنابر شاهنامه درفش گودرز شیری نشان می‌داده شمشیر به دست. درفش از پس پشت او شیر بود که چنگش به گرز و به شمشیر بود. باید دانست که شمشیر ایرانیان باستان خمیده نبود. عرب‌ها هم شمشیر خمیده نداشتند. شمشیر خمیده با ترکان سلجوقی به ایران درآمد. به هر حال عقیده شخصی من این است که دادن شمشیر به دست شیر بی‌سلیقگی است. شیر به تنهایی نماد نیرومندی و شکوه است. به شمشیر نیاز ندارد، آن هم به این وضع مصنوعی. رنگ‌های سبز و سرخ و سفید از زمان محمد شاه بر پرچم ایران پدیدار شدند. در طرحی که میرزا تقی‌خان امیرکبیر کشیده در حوالی سال 1850 این رنگ‌ها دیده می‌شوند ولی پهنای سبز و سرخ کمتر از پهنای سفید است. ولی سرانجام 3 رنگ با پهنای مساوی رواج یافت. در انقلاب مشروطه ستارخان و باقرخان و آزادیخواهان با همین پرچم شیر و خورشید 3 رنگ می جنگیدند. اصل 5 متمم قانون اساسی مشروطه که در 14 مهر 1286 خورشیدی 7 اکتبر 1907 به امضای محمد علی شاه قاجار درآمده می گوید الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است. این اصل 5 کاستی های بسیار دارد. ترتیب قرار گرفتن رنگ ها مشخص نشده، دانسته نیست که رنگ ها باید افقی باشند یا عمودی و اشاره ای به شمشیر در دست شیر نیست. مقرره 12 شهریور 1289 نحوه قرار گرفتن شیر و خورشید و شمشیر و دیگر جزئیات را شرح می دهد. در زمان دودمان پهلوی چند تغییر در پرچم داده شدند.
یکی پررنگ تر کردن رنگ‌های سرخ و سبز بود، دیگری تغییر اندازه‌های پرچم بر مبنای ضابطه‌های بین‌المللی. این تصویر پرچم ملی ایران را در زمان پهلوی نشان می‌دهد که در واقع همان پرچم انقلاب مشروطه است، و این تصویر پرچم دولتی زمان پهلوی را نشان می‌دهد. چیزی که اضافه دارد حلقه ای از گل به گرد شیر و تاج پهلوی بالای شیر است. وقت ما به پایان رسید، پس پرچم شیر و خورشید سرنگ یادگار انقلاب مشروطه است که به دودمان پهلوی رسیده است. پرچمی سرنگ بی شیر و خورشید برای ایران بی‌معناست.